بریم سراغ یه تمرین دیگه. عزیزان نگاه کنید، این تمرین میگه to which sentences do these words belong، به کدوم جمله ها این واژه ها تعلق دارن. Two words are extra، دو تا واژه هم اضافه دادیم. خب یعنی چند تا واژه است؟ 7 تا واژه است با 5 تا جمله‌ای که خواهید دید. همم از درستونه، یعنی یا از درس 1 یا از درس 2 که ما تا حالا دو تا درس رو در واقع خوندیم تا درس دوم دیگه. درس‌های بعدی هم که پشت سرش میاد از واژه‌های درس‌های قبلی هم استفاده خواهد شد. Silence سکوت، death مرگ، contact تماس یا اتصال، relationship چیه؟ رابطه است یا ارتباط، situate یعنی قرار دادن، concentrate یعنی تمرکز کردن و تون یعنی چی؟ لحن، آوا. خب ببینید این جمله اول رو خواهش میکنم. Some students complain they have difficulty when studying lessons. خب complain یعنی چی؟ ولش کنید. خب بازم میتونید اینو آنالیز بکنید، حدس بزنید ها، اما واقعا لازمه. ببینید عزیزان دقت بکنید کدوم گزینه میتونه درست باشه. میگه بعضی از دانشجوها یا دانش آموزا کامپلین میکنن، حالا یعنی چی نمیدونی. They have difficulty مشکل دارن when studying lessons. خب اینا رو که دیگه بلدین. خب ببینید عزیزان difficulty when studying lessons همین تیکه، یکیش این ور نقطه چین، یکیش این ور نقطه چین، کاملا به ما میتونه گزینه مورد نظرمون رو بده. difficulty میدونید یعنی دشواری. خب when studying lessons یعنی چی؟ موقع درس خوندن. معمولا موقع درس خوندن دانشجوها یا دانش آموزا توی کدوم یکی از گزینه ها دارای چی هستند؟ دارای مشکل هستند. دقت بکنید خواهش میکنم. To concentrating یعنی چی؟ تمرکز کردن. این یه واقعیته. حالا کامپلین رو حدس بزنیم. بعضی از دانشجوها یا دانش آموزا چی میکنن که توی تمرکز موقع درس خوندن مشکل دارن؟ گله دارن، شکایت میکنن. خب حالا حدسم نزدید مهم نیست، برای اینکه شما تونستید به راحتی concentrating رو پیدا بکنید اینجا. به مثال بعدی دقت بکنید خواهش میکنم. He's harsh. ایداد بیداد. harsh دیگه چیه؟ خب a voice clearly showed he was irritated about our arriving late. خب میگید آخه دو تا واژه ناآشنا اینجا هست، من چجوری حدس بزنم کدوم گزینه رو بعد اینجا بذارم؟ عزیزان دقت بکنید، من کلید رو نشونتون بدم، فکر میکنم براحتی بتونید حدس بزنید. نگاه کنید خواهش میکنم. voice یعنی چی؟ صدا چی میتونه داشته باشه؟ سکوت؟ صدا که سکوت نمیتونه داشته باشه. مرگ، تماس، رابطه، قرار دادن یا لحن، آوا، tone of voice. ببینید با همین وایس راحت میتونید این تون رو اینجا بگید. یعنی این چیه؟ این یک ترکیب اضافی مضاف و مضاف الیه. میتونید همدیگر رو از روی اون یکی پیدا بکنید. از روی وایس به راحتی ما میتونیم تون آف وایس، خب سایلنس آف وایس، دث آف وایس، کانتکت آف وایس، ریلیشنشیپ آف وایس، سیچوییت آف وایس، خب طبیعتاً نمیتونه درست باشه. و نمیدونم متوجه یه مسئله هستی، توی یه همچین تمرین هایی هنگامی که گزینه رو انتخاب میکنید خب طبیعتاً از بارتون چی کاسته میشه. ببینید دو تاش رفت، موندن چی؟ 5 تا. خب حالا هارش یعنی چی؟ اینو میتونید آنالیز بکنید. لحن چیه صداش؟ کاملاً نشون میداد که در مورد اومدن ما چیه؟ خب اومدن چیه ما؟ اومدن دیر ما، لیت، اومدن دیر ما چیه؟ ببینید میتونید حدس بزنید. لحن زبر صداش، لحن خشن صداش. هارش یعنی خشن و زبر. خب حالا چون ما دیر اومدیم اون چی بوده؟ irritated بوده. یعنی چی بوده؟ خب وقتی کسی دیر بیاد آدم ها چی میشن؟ عصبانی میشن دیگه. میبینید براحتی میتونید اینا رو هم حدس بزنید. البته براحتی که میگم به این راحتی هم نیست، اما خب با تمرین امکان پذیره. شما میتونید واقعا تمرین بکنید، کار بکنید و در واقع خودتون رو بهتر و بهتر پیشرفت بدید. خواهش میکنم دقت بکنید به مثال بعدی. A good teacher
can undoubtedly construct positive with his or her students. میگید ای داد بیداد undoubtedly construct. ما اینا رو ندیدیم. خب نگران نباشید. ببینید فقط کافیه کلید رو پیدا بکنید تا ببینید کدوم یکی از اینا میتونه درست باشه. دقت بکنید خواهش میکنم. teacher آموزگار معلم with his or her students با دانش آموزاش. حالا یا ممکنه معلمتون مرد باشه یا معلمتون زن باشه. خب یه معلم خوب با دانش آموزاش معمولا چی داره؟ silence, depth, contact, relationship یا situate. خب یه نکته هم اینجا بد نیست بهتون بگم. این پوزیتیو رو میبینید، پوزیتیو صفته، درسته؟ یادتون باشه اکثر واژه هایی که آخرشون به آی وی ای ختم میشه چی هن؟ صفتن. مثلا فعلی مثل arrive فعله ها، خب اکثرا صفتن. خب وقتی اینجا ما صفت داریم توی نقطه چین باید از چی استفاده بکنیم؟ باید از اسم استفاده بکنیم. این هم یه راه برای پیدا کردن واژه مورد نظر. خب کدوم یکی از اینا اسمن؟ سایلنس اسمه، دس اسمه، کانتکت اسمه، ریلیشنشیپ اسمه، اما سیچویت چیه؟ فعل. قطعا سیچویت به اینجا نمیخوره. خب کدوم یکی از اینا؟ دقت بکنید خواهش میکنم. ریلیشنشیپ، ارتباط. یه معلم خوب میتونه با دانش آموزانش چی؟ ارتباط مثبتی داشته باشه. حالا undoubtedly construct یعنی چی؟ undoubtedly construct یعنی چی؟ میتونه بسازه، به وجود بیاره ارتباط چی؟ مثبت. چه جوری؟ بیگمان. undoubtedly بیگمان میتونه ارتباط خوبی به وجود بیاره. خب ببینید چند تا کلمه موند؟ 4 تا. دقت بکنید خواهش میکنم. car accidents cause many yearly on potentially hazardous roads of the country. ببینید potentially hazardous یعنی چی؟ نمیدونیم اصلا. خب ما میخواییم چی رو پیدا بکنیم؟ گزینمون رو پیدا بکنیم. به راحتی میتونید از روی کلید پیدا بکنید. نگاه کنید خواهش میکنم. car accidents cause، تصادف های اتومبیل سبب میشن. سبب چی میشن؟ دقت بکنید، مرگ. به همین راحتی. حالا اینا یعنی چی؟ آقا چی کار دارید؟ یه چیزی رو بگم اینجا بد نیست. پتانسیلی از همون کلمه پتانسیله، یعنی چی؟ بالقوه. هزاردس معمولا چیه؟ جاده های کشور چی هن؟ هزاردس هن که باعث چی میشن؟ مرگ میشن. چه جور جاده هایی هن که باعث مرگ میشن؟ خب جاده های خطرناک، یعنی چی؟ بالقوه خطرناک هن. خب و بالاخره I picked up the receiver but there was a stand at the other end of the phone. خب کدوم؟ silence, contact یا situate؟ ممکنه بگید خب اینجا چون فونو داریم پس contact درسته، یعنی چی؟ تماس گرفتیم. بله میتونه همینطور باشه، ولی دقت بکنید خواهش میکنم ببینیم کدوم درسته. گزینه at the other end of the phone، در اون طرف تلفن. معمولا اون طرف تلفن تماس هست. ببینید شما چیکار کردید؟ picked up the receiver، receiver رو برداشتید. receiver یعنی گوشی تلفن. خب دریافت کننده، receive دیگه یعنی دریافت کردن. من گوشی تلفن رو برداشتم but اما. خب there was a stand at the other end of the phone یعنی چی؟ اون طرف تلفن چی بود؟ ببینید but اما آخر جمله، علامت تعجب. کدوم یکی از اینا میتونه تعجب شما رو برانگیزه؟ یه سکوت اونور تلفن یا یه تماس اون طرف تلفن؟ خب طبیعتاً سکوت. میبینید؟ خب حالا این واژه استاند یعنی چی؟ سکوت، چه سکوتی بوده اونور تلفن؟ استاند رو نمیتونید حدس بزنید، مهم نیست، ولی یادتون باشه که استاند یعنی حیرت زده، شگفت زده، یعنی مثلا انتظار نداشت من گوشی تلفن رو بردارم. خب احتمالا مثلا با برادرم کار داشت یا مثلا با پدرم کار داشت، وقتی دید کس دیگه تلفن رو برداشت چی شد؟ حیرت زده شد و سکوت کرد. خب عزیزان ببینید
به این شکل شما این رنگ ها کاملا مشخص میکنن که شما چگونه میتونید توی این جور تمرین ها خوب عمل بکنید. من فکر میکنم داشتن این رنگ ها یه جور تداعی معنی بهتون میده که بتونید تمرین ها رو راحت تر و بهتر انجام بدید.